ارزیابی های مجدد شما در مورد نتایج جنجال برانگیز انتخابات پارلمانی به کجا رسیده؟ بعد در نظر داشتین که رئیس جمهور از شما خواسته است تا به این مزل بسرای وقت رسیدگی نماید، دقیقا چه وقت فیصله کمیسیون صادر خواهد شد؟ ما کمیته را موظف ساختیم تا بالا از موضوع کار کنند، طرز العمل هم نهایی ساختیم و قرار به این بود که ما در یکی دو روز دیگه تصمیم خود در این مورد اعلان کنیم، اما متاسفانه که استر محکمه افغانستان تا یک مصاحبه با موضوع قبلی خود اصرار ورزیدین و یک بار دیگه هشدار دادین که نمیپذیرن هر گونه تصمیمی را که کمیسیون مستقل انتخابات به اصطلاح غیر از تطبیق قرار قضایی محکمه استیناف اتخاذ بداره. این ما را باز به یک مشکل جدیدتری مواجه ساخته. قرار به داریم تا ای که این مسئله را باز بار جمهوری افغانستان در میان بگذاریم و بعد از حل شدن قضیه طبیعی است که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به حکم رئیس جمهور اجراات خواهد کرد. در اجراتتان فشارهای سیاسی را احساس می کنید؟ مشخصا نهاد یا شخصی بر شما فشار وارد می کرد؟ شما نام از سر محکمه گرفتید؟ نهادها، شخصیتها و حتی حلقات معینه یا به دست آوردن امتیاز و یا هم سبوتاش کردن پروسه تلاش هایی را کردن. خوشبختانه کمیسیون مستقل انتخابات از خود مقاومت نشان داد، تا به امروز هیچ کسی را اجازه نداده تا در تصمیم گیری های کمیسیون به نحوی دخیل باشند و یا امیال و آرزوهای خود را اعمال بکنند. اما حالا که ما در یک مرحله حساس قرار داریم، طبیعی با هم دیده میشه که بعض نهادها از امو ادعاهایی که در گذشته داشتن منصرف نشدین. آیا شما صلاحیت برکناری شماری از اعضای فعلی ولس جرگه را دارید؟ آیا این امکان متصور است؟ از لحاظ زمانی همه چیز پایان یافته، ولی از لحاظ صلاحیت چون ماده 62 فقره 7 قانون انتخابات صلاحیت های کمیسیون شکایت انتخاباتی را انتقال میده به کمیسیون مستقل انتخابات، به این معنا که کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت رسیدگی به شکایت انتخاباتی را داره. ما قضایایی را که از طریق محکمه سارانوالی و هر مرجع دیگه به کمیسیون آمده بر مبنای حکم رئیس جمهور من حیث یک شکایت مورد بررسی قرار میدیم. با آن هم تاکید میکنم که لحاظ زمانی موجه نیست، ولی لحاظ صلاحیت های وظیفوی هنوز صلاحیت در حیطه صلاحیت های قانونی کمیسیون مستقل انتخابات است. البته این بسیار امر طبیعی هم نیست، اما بنا به مجبوریت که وجود داره تا به این بحران ها خاتمه بخشیده شود، میتونه حکم رئیس جمهور دست کمیسیون مستقل انتخابات به تصمیم گیری بعدی باز بسازه. اگر تصمیم نهایی شما مستلزم بر کناری شماری از اعضای فعلی ولسی جرگه گردد، آیا این کار بدان معنا نیست که شما قبلا کارهایتان را به درستی انجام نداده بودید؟ باور کمیسیون مستقل انتخاباتی است که کار خود در زمانش درست انجام داده، اما درست انجام دادن به این معنا نیست که کدام سهو خطای اشتباهی در او راه نداشته. بدون شک انسان جایز الخطا است، شاید خطای صورت گرفته باشه. حالا که ادعای وجود داره که دلایل جدیدی وجود داره که میدانه ثابت کننده حق شخصی باشه، در این صورت کمیسیون انتخابات این مورد ارزیابی قرار میده. اگر واقعا کدام دلیل جدید بروز بکنه و نمایندگر ازی باشه که حق شخصی در جای تلف شده یا شخصی بدون داشتن شرایط لازم وکالت با ولسی جرگه را یافته، من فکر میکنم هر وقتی که یک حقیقت برملا میشه نباید عدالت نادیده گرفته شه. در ایجاد بحران موجود کی را مقصر میدانید؟ رئیس جمهور کرزی را یا اعضای موجود ولسی جرگه را، یعنی نهادهای قضایی؟ نهادها، گروه ها، حتی بعضی از شخصیت ها اشتباهات را مرتکب شدن که قضیه اینچونینی دامندار شد. اما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر نگه داشتن توازن قوا و به خاطر رعایت
حقوق و ادعاهای تمام جوانب زیر ربط خواست که موازنه را حفظ بکنه، یعنی معترضین هم حرفشان شنید، از وکلا را هم به نحوه به گفته هایشان عرض گذاشت، نهادها هم حرفهایی داشتن به او هم گوش داد، تویست کمیسیون مستقل انتخابات هم به موقف خود که پافشاری میکرد، رئیس جمهوری افغانستان موقف کمیسیون انتخابات هم محترم شمرد. ما امیدوار هستیم هنوز هم بعضی از نهادها که اصرار دارن به دامنه دار شدن از این قضیه، به دوام از این ماجرا که نزدیک است به یک بحران اجتماعی تبدیل شود و جامعه ما را از کارهای بزرگ کشوری بگونی باز داره، امیدوار هستم که رئیس جمهوری افغانستان قناعت نهادها را یک بار دیگه فراهم بسازه تا قضیه نهایی شود و پایان به او پایان بخشیده شود.